والکر تروک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سهشنبه شنبه 13 شهریور خواستار تحقیقات مستقل درباره گزارش هایی شد که ادعا شده شبه نظامیان حماس شش گروگان اسرائیلی را اعدام کرده اند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد ما از گزارش ها مبنی بر اینکه شش گروگان اسرائیلی را اعدام کرده اند وحشت کرده ایم. این یک جنایت جنگی محسوب می شود. ولکر تروک خواستار تحقیقات مستقل، بیطرف و شفاف هست و عاملان این اقدام باید پاسخگو باشند. روز یکشنبه بعد از اینکه اسرائیل اعلام کرد که اجساد شش نفر از اسرای کشف شده خشم عمومی علیه نتنیاهو تشدید شد. وزیر خارجه اسرائیل در پی کشته شدن این شش گروگان اسرائیلی که زمان کوتاهی پیش از رسیدن ارتش این کشور به تونلی در رفح اعدام شدند خواستار افزایش تحریم های جهانی علیه ایران و گروه حماس شد در پی اعلام این خبر اعتصابات و به دنبال آن تظاهرات گسترده شبانه در تل آویو و سایر شهرها آغاز شده که بزرگترین اعتراضات از زمان آغاز جنگ غزه محسوب می شود والدین شماری از این گروگانها ها و گروهی از معترضین بنیامین نتانیاهو ببخشید بنیامین نتانیاهو را متهم کردند که در دستیابی به توافق اخلال کرده است این معترضین گفتند که اصرار وی به لزوم ادامه استقرار ارتش اسرائیل در دالان فیلادلفی در جنوب نوار غزه با خاک مصر مانع از دستیابی به توافق است صدها هزار اسرائیلی در روزهای گذشته در تل آویو و, و اورشلیم و سایر نقاط این کشور تجمع اعتراضی کرده و بر لزوم دستیابی به توافقی برای بازگرداندن زنده بقیه گروگان ها از غزه تاکید دارند اما نخست وزیر اسرائیل دوشنبه شب در یک نشست خبری در توضیح دلایل خود در خصوص لزوم استقرار ارتش اسرائیل در کریدور فلادلفی گفت محور شرارت به محور کریدور فیلادلفی نیاز دارد اشاره او به محور شرارت ایران و گروه, و گروه, های مورد حمایت آن در منطقه است بنیامین نتانیاهو گفت از این کریدور در طول سالها تسلیحات مورد نیاز حماس از بیرون به داخل غزه منتقل شده و در صورت خروج اسرائیل از این جاده 14 کیلومتری قاچاق تسلیحات از سر گرفته خواهد شد و اسرائیل برای ورود دوباره به آن با فشار عظیم سیاسی جهانی روبرو خواهد شد.